یونیسف با هشدار نسبت به تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله اعلام کرد که این خشونت‌ها پیامدهای فاجعه‌باری برای کودکان لبنان خواهد داشت. این سازمان خواستار توقف فوری حملات شد و تأکید کرد که کودکان در معرض خطرات جدی هستند و تشدید خشونت‌ها می‌تواند شرایط وخیم‌تری را نسبت به گذشته رقم بزند. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. یونیسف هشدار داده است که هر گونه تشدید درگیری میان اسرائیل و حزب الله پیامدهای فاجعه باری برای کودکان در لبنان خواهد داشت. این نهاد بین المللی خواستار توقف فوری خشونت ها در این کشور شده است. در یک نشست خبری در ژنو، اتی هینگز معاون نماینده یونیسف در امور لبنان اعلام کرد که تنها در یک روز 35 کودک در حملات هوایی اسرائیل به لبنان کشته شدند که این آمار از تعداد کشته شدگان کودک در 11 ماه گذشته بیشتر است. وی تاکید کرد که شمار زیادی از کودکان همچنان در معرض خطرات جدی قرار دارند و بسیاری از آنها از خانه‌های خود آواره شدند. هینگز همچنین هشدار داد که در صورت بازگشت به شرایط جنگی مشابه سال 2006 وضعیت برای کودکان لبنان حتی وخیمتر از گذشته خواهد بود. خانواده های لبنانی در بحران های اقتصادی و سیاسی اخیر نیز به شدت تحت فشار قرار گرفتند و تشدید درگیری ها وضعیت آنها را به شدت بحرانی تر خواهد کرد. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز از افزایش شدید درگیری‌ها ابراز نگرانی کرده و از تمامی طرف‌ها خواسته است که فوراً به خشونت پایان دهند و از جان غیر نظامیان محافظت کنند. سازمان بهداشت جهانی نیز گزارش داده است که از زمان آغاز حملات بیش از 580 نفر در لبنان کشته و هزاران نفر زخمی شدند. آقای امینی سلام و عرض ادب. بنده هم سلام میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان محترمتون. زنده باشید. جناب امینی، با توجه به اوضاع پیچیده مردم شیعه لبنان و حملات پی در پی اسرائیل، فتوای مرجعیت آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر لزوم کمک مؤمنین به مردم لبنان و جواز استفاده از سهم امام در این زمینه، چه اقدامات مؤثر دیگری برای حمایت مؤثرتر از این شیعیان مظلوم میتوان در نظر گرفت؟ بفرمایید. ابتدا اگه وقت داشته باشم یه مقدمه خدمتتون عرض کنم. ما با توجه و پشتوانه آیات قرآنی همچون آیه سوره 90 سوره نه 25 حدید آیه 2 و 42 مائده و آیات دیگه و همچنین به آیه 71 سوره توبه که میفرد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و همینطور با پشتوانه به روایات عدیده که اگر مسلمانی به امور مسلمین اهتمام نورزه مسلمان نیست، یا اینکه باید یار مظلوم بود و دشمن ظالم، و همینطور با تکیه به اوامر مرجعیت عالی که مبتنی بر همین اصول در دفاع از حریم مسلمین و مؤمنین و بیداری جامعه مسلمین و کمک به هم نوعان خود اشاره میکنن. در مقابل نیز آیه‌ای هم داریم که نشان میده که از آینده کفار و گذشته کفار چه خواهد بود و چه کار میکنن. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير، یعنی همونطور که اونها اولیاء بعض هستن، مؤمنین هم باید همیشه اولیاء بعض باشن و با توجه به فرمایشات مقام مرجعیت که اشاره به همین مطالب دارن، ما باید بدونیم در مقابل حوادث تلخی که برای جامعه بشری رخ میده، بعضی اوقات جنگ و خونریزیه، بعضی اوقات جنگ عقاید و منافع ملیه، بعضی اوقات حوادث مغرضانه است، بعضی اوقات حوادث طبیعیه و متاسفانه الان جامعه مسلمین در بعضی نقاط به جنگ و خونریزی افتادن و این امر واقعا اولویت پیدا میکنه تا هر چیز زودتر جلوگیری بشه، خصوصا اگر جنگ نابرابر باشه. بله، و نیاز به کمک های جمعی توسط جناب امینی ممنونم.
ممنونم از اینکه از شهر لندن مهمان اخبار امشب ما بودید.